سلام و درود تماشابینان عزتمند، چون همیشه برنامه انیسی کنجیتان های پیشنهادی شماست از تلویزیون کودکان نورسان بهارستان و قهرمانی نوبتی برنامه ما حسن اشتراکچی عثمان فروغ صبح دانای کتاب است مومینوا صالحه و ایشان را به این برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر زیاد برای دعوتتون. بیاید خودتون رو خوبتر معرفی کنید. میخواهم با چهار مصرعی شعر استاد کمال نصرالله آغاز نمایم. گفتم وطن چمن چمن این انجمن شکفت، گفتم وطن چو گل بلبانم سخن شکفت، گفتم وطن وطن همه دشت و دمن شکفت، امید من محبت من در وطن شکفت. من مومین و صالحه می باشم، خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16. من سال دوم است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب شرکت می ورزم. از روی نمونه خواندن و زیاد کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک، من زیاده از 100 کتاب، 50 نوله و پاوست، زیاده از 300 مصرع داستان، زیاده از 80 رباعی و دو بیتی و زیاده از 80 غزل از بر نمودم. خوب تشکر صالحه بانو، برای چی ماس شما نامینیسی خواندن و ازیاد کردن اثار ادیبان معاصر تاجیک را انتخاب نمودید؟ اولا انتخاب من این از تشکر به استادانم میگویم که آنها پیوسته مرا با کتاب خواندن مرا راه اندازی میکردند و من میدونید از خواندن رمان پاوست های استادان مشهور معاصر خودم، یعنی از استاد صدرالدین عینی سر کرده تا کرامت الله میرزا ساتیم اولوغزاده، بیشتر به من پسند است، زیرا که وقتی که من کتاب هر یک کتاب آنها را مطالعه میکنم من به درون آن کتاب غرق میشوم و میخواهم که هر یک ورقه که من از آن به خود بهره ور میشم به دیگران نیز تفسیر دهم، زیرا که استادان من اولا تفسیر میدهند که وقتی که تو خودت کتاب میخوانی به دیگران نیز تفسیر دهی، تو آنها نیز کتابدان و کتابخوان شوند و کتاب را خوب حفظ نمایند. تشکر. خوب صالحه بانو، پس بیایید برای تماشابینان ما نیز توصیه دهید با کدام کتابی که برایتان بیشتر پسند آمده باشد همان را توصیه دهید تا تماشابینان ما نیز از اون کتاب باخبر باشند. من عین حال در مطالعه کتابی استاد جلال اکرامی رمان دختری آتش می خوانده استادم و این لحظه به تماشابینان عزیز و گرامی و صاحب قدر می گویم که این کتاب را اولا از کتابخانه ها دسترس نمایند و مطالعه نمایند، زیرا از کتابی که آنها مطالعه می نمایند، یعنی همین کتابی جلال اکرامی دختری آتش، آنها چگونه دختری ناکامی را می بینند که برای زندگی آسایشته خود بسیار کوشش های میکند، یعنی از همون آدم های بد که او را پیوسته تهدید می نمایند خود را محافظت میکند و برای احترام کردن حق و حقوق خود بسیار کسان را پیدا میکند، با آنها یعنی از آنها یاری می طلبد و در آخر آن دختر یعنی که نام دارد فیروزه بانو بسیار دختری خوشبخت حساب می شود و در زندگی یک شخص به حساب می رود که تمام دنیا باید اون را بیند شناسد، زیرا که من خودم نیست در خیالم در باطنم این دختر را همچون دختری عبرت گیرنده به خود می دانم و کوشش می کنم و پیوسته کوشش می کنم که مثل همین دختر قهرمان باشم. تشکر. پس باید که گل دخترانی نسل جوانی ما این کتاب را مطالعه کنند و فیروزه بانو را نمونه ای عبرت برای خود بدونند. چون این است؟ تشکر. باز کدام اثر رو مطالعه نمودید برایتون؟ باز کدام اثر بیشتر پسند است؟ من به تماشابینان عزیز توصیه می دهم که در برابر مطالعه کردن کتاب دختری آتش از خود جلال اکرامی سه اثر پی در هم آفریده است که اولین قسمت این اثر دختری آتش نام دارد، دوم قسمت آن باشد 12 دروازه بخارا و سوم قسمتش باشد تخت واژگون. من توصیه می دهم که هر سه آن را مطالعه نمایند، اما وقتی که بسیاری آنها یعنی مطالعه کردن آن چنان پسند نمیکنم، من تنها یک قسمتی آن را برای بلند برداشتن ذهن و ذکاوت خود و شناختن گذشتگان خود چگونه قهرمانی نشان دادن، از چگونه بلاها خود را رهانیدن و از کیها یاری پرسیدن توصیه می نمایم. خب برای شما بیشتر شعرهای کدام شاعری معاصر پسند است؟ و من بیشتر از شاعران معاصر تاجیک بیشتر استاد لایق شیرعلی، بازار صابر، میرزا تورسونزاده و خود صدرالدین عینی که بسیار غزل ها شعر ها نیز در برابر نوشتن بسیار اثرهای جالب باز شعر ها نیز نوشته است، من آنها را بسیارتر میپسندم.
خب از استاد لایق شعر علی بهری مو یک شعری قرائت کنید. مردان که سرافراز سر دار بمیرد، یک بار تولد شده یک بار بمیرد. مردان که سری قله چو هم خانه خورشید، از قسمت خود راضی و سرشار بمیرد. مردان که سبکتر بکند بار زمین را، با عمر گرانبار گرانبار بمیرد. با دوستی نزدیک رود منزل دوره، با یار و یا با علم یار بمیرد. در شب به آواز زمین گوش نهد شب، روزانه چو حق دوست شده جار بمیرد. مردان که نماند ز شب از شیشه خالی، پر شور و پر آشوب و پر اسرار بمیرد. مردان که تهی بوده چنان کاسه تنبور، با نغمه و آهنگ شرربار بمیرد. مردان که شرفمند و بناموس و جوانمرد، با این همه آزار سزاوار بمیرد. آفرین، تشکر. خب باز از استاد میرزا تورسون‌زاده یک شعر دیگر برای ما قرائت کرده میتوانید؟ شعری که به مادرش استاد میرزا تورسون‌زاده بخشیده است، آن را خیلی میپسنده و میخواهم این لحظه چهار مصرع آن را که در خاطرم است قرائت نمایم. طفل ماندم از تو مادر، روی تو در یاد نیست، قامت تو، چشم تو، ابروی تو در یاد نیست. در سراغت میزنم خود را به هر یک کوی و در، چون که تا امروز مادر کوی تو در یاد نیست. تشکر زیاد. میگفتید که اینقدر شعرها، اینقدر آثاری که شما مطالعه نمودید، چگونه در خاطره شما باقی میمانند؟ اولا این در خاطره من موندن، اولا بسیارتر من وقتی خود را با کتاب خوانی و مطالعه کتاب ها بیشتر میگذارانم. وقتی که خالگی، وقتی که از مکتب به خانه می بیایم، من بیشتر کتاب مطالعه کردن را دوست می دارم. با دوستان، با دیگران آشنایی کردن را دوست می دارم، اما برای کتاب خوندن نیز وقتی معینی را انتخاب می کنم و بیشتر به همین رمان، پاوست، نوولا، اشعار و غیره کتاب های ادبی معاصر خواندن را بیشتر دوست می دارم. و اینچنین به مادرم تشکر می گویم که مادرم مرا پیوسته مرا توصیه می دید که کتاب خوان، زیرا کتاب و کتاب خواندن آدم را به قله های بلند آورده می رساند. و بیشتر من از کتاب خواندن بسیار حضور می کنم، حلاوت می برم. و با همسالان هم توصیه می کنم که در وقت های خالگی بیشتر به کتاب خوانی، کتاب داری، با کتاب خوانی مشغول شوند. مشغول شوند. خب شما تقریبا چقدر وقت خود را به کتاب خوانی می بخشید در یک شبانه روز؟ من در یک شبانه روز وقتی خالگی من تقریبا 7-8 ساعت اگر در برداشته باشم، من 4 ساعت یا اینکه 5 ساعت خود را به کتاب خوانی می بخشید. بله. تشکر. خب باز یکان شعری دیگر از استاد صدرالدین عینی که خود اساسگذاری ادبیات معاصر تاجیک است، از استاد صدرالدین عینی چی میدونید از آثارش باشد یا اینکه از اشعارش از دیگر و دیگر؟ از اشعار استاد صدرالدین عینی باشد، من بسیار غزل ها را از برنامه‌ام میخوام این لحظه یک غزلی استاد صدرالدین عینی را قرائت نمایم. آب آمد و گل آمد و دلدار نیامد، جانم به لب آمد که چرا یار نیامد. گفتم به لب آب به دلدار نشینم، افسوس که آب آمد و دلدار نیامد. این آب که به روی تو جاری ز چشمم، در کشت امیدی دل من کار نیامد. از آب شده باغ و گلستان و چمن سبز، زینها به جز از داغ مرا بار نیامد. در راه غمش جان و دل و هوش و خرد رفت، آن شوخ جفاکار دل آزار نیامد. ناگفته روم پیش تو صد بار بگفتا، صد بار فزون گفتم و یک بار نیامد. این بود همه عمر مراد دل عینی، صد شکر که یار آمد و اغیار نیامد. تشکر. خوب صالحه بانو، بیاید در باره اثر استاد صدرالدین عینی مرگ سودخور به ما معلومات دهید. مرگ سودخور استاد صدرالدین عینی در باره آن آغاز می شود که یک مرد تقریبا 45-50 ساله با نام قاری عصمت، که اولا آن مرد خراب بود، ولی که با گرفتن
номи лақаби қори у яъне бисёртар бо одам бо калон шавандаҳо бисёр вами ошноӣ пайдо мекунад ва замин ишками у хеле калон мешавад барои ҳамаи одамон ӯро то бора қори исмати ишкамба ном мегирифтанд вале вақте ки ин ном хеле ба назари одамон хеле дарозто онҳо қори ишкамба қори исматро гирифта қори ишкамба ном карданд бале ташаккур. Хуб, биёед баҳри мо ва баҳри тамошобинони навраси мо шеърҳои ҷолибе қироат кунед. Ман ин лаҳза мехоҳам аз Абулқосим Лоҳутӣ ғазали Айё Саёдро қироат намоям. Айё Саёд, шарме кун, маранҷон ним ҷонамро, пару болан бикан аммо, масӯзон ошёнамро, ба гардан бастаи чун риштаву бар пои занҷирам, مروبت کن، اجازت ده، تا بکشایم دهانم را، با پیرامانی گل از بس، خلیده خار بر پایم، بود خونین، به هر جای چمن بینی نشانم را، در این کنج قفس، دور از گلستان سوختم مردم، خبر کن، ای صبا از حال زارم باغبانم را. تشکر به شما صالحه بانو، شما چی نقشه ها دارید در آینده؟ در آینده من میخواهم، یعنی وقت بعد از ختم مؤسسه میخواهم به دانشگاه طبی دولتی به نام ابو علی سینای جمهوری تاجیکستان داخل شوم و همچون دانشجو یعنی اون را با بهای خوب و اعلی نیز ختم نمایم و دکتری آیلوی شوم و صاحب کسب و کار و متخصص همین کسب شوم. پرسیدنی هستم که با همسالان خیش چی توصیه میدید برای اون نفرانی که عین حال ما را تماشا کرده ایستادن و انتظاری آن هستند که شما برای آنها یکون توصیه خوب می‌کنید. اولا به همسالانی خود توصیه دادنیم که با کتابخانی و مطالعه کتاب مشغول شوند و کتابخانه ها بیشتر روند و از مطالعه کتاب بهره‌ور شوند زیرا کتاب خواندن آدم را به قله های بلندی زندگی آورده میرساند و هیچگاه فراموش نکنند که دوستی نزدیک انسان این خود کتاب میباشد و من به شما همین گونه توصیه ها را به شما میدهم تا شما نیز با مطالعه کتاب شروع نمایید و از آن بهره‌ور شوید. تشکر صالحه بانو. خوب صالحه بانو ما بار دیگر شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و تماشابینان عزیز اینجا میرسیم به فرجام برنامه انیس کنجی تنهایی تا برنامه های دیگر تنصیحت و پیروز باشید.